با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 12 ماه دلو سال 1398 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. سفر از زلمه خیلی داد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل. لس ورځې طالبان ورته معلوم کړي دي چې لس ورځې به کایش ته خشونت کوي. دی وایي وایي دا کایش ته خشونت به نوکوي درازیږي، خو وخت تر اوسه پورې معلوم نه دی چې څونې به درازیږي. گزارشها درباره تلفات غیر نظامیان در گملای هوایی در ولایت بادغیس. قوانین جنگ رعایت نمیشه و بشورستانه نقض میشه، به همون میزان مشروعیت نظام زیر سوال میره. تفاهم اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی درباره 300 هزار رای منازعه برانگیز. در سلسله موارد باسای ما هماهنگ بوده، قناعت داریم به یک سلسله موضوعاتی که باید پیش برده شود. انتقاد باشندگان و بزرگان اقوام هرات از طرح حکومت برای تقسیم ولسوالی شیندن به 5 ولسوالی. با متوقف شدن پروازهای رفت آمد به چین از سوی شمار بزرگ از کشورهای جهان. جازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. زلمه خلیزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل آمد. قرار است که آقای خلیزاد در این سفر با رهبران حکومت وحدت ملی و چهرهای سیاسی و پرنفوذ درباره پیشرفت‌ها در گفتگو صلح با طالبان دیدار و گفتگو کنند. در همین حال سیاستگران انتظار دارند تا زلمه خلیزاد طرح کاهش خشونت‌ها را نهایی سازد. منابع نزدیک به طالبان میگویند که واشنگتن طرح تمدید زمان کاهش خشونت‌ها را به طالبان سپرده است. خالد نگزاد گزارش می‌دهد. فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان پس از سفر به بروکسل و اسلام آباد به کابل آمده است تا با رهبران حکومت و سیاستگران این کشور درباره گفتگوهایش با طالبان دیدار و گفتگو کند. سیاستگران انتظار دارند تا زلمه خلیلزاد پس از دیدار با رهبران حکومت و چهره های سیاسی طرح کاهش خشونت ها را نهایی سازد. این حقیقت است که مذاکرات بین لوایانی شروع شد. اجنده اولشان همین موضوع آتش‌بس و کاهش خشونت این بحث خواهد بود. دیگه تا او که در او بحث به یک نتیجه میرسن، دیگه بهتر است که ادارات شود. تنها به مدار روزی محدود نشود که بعد از اون روز مذاکرات شروع نشده باشه و اینجا ادار روز پوره شده باشه و بین بعد جنگ شروع شود. طالبان به کاهش معقد خشونت و حکومت هم بر تأمین آتش بس پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانان پافشاری دارند. تا وقتی که مسئولین دولت افغانستان و مردم افغانستان تا وقتی که طالبا در بین خود به شمول حامیان بین المللی خود تا وقتی که دولت امریکا به یک توافق بین خود به سر صلح نرسند، این رفت آمدرها نه جای را میگیره و نه ما به صلح میرسیم. منابع نزدیک به طالبان میگویند که فرستاده ویژه واشنگتن برای صلح افغانستان پیشنهاد تمدید زمان کاهش خشونت ها را پیش از آمدن به کابل به گروه طالبان سپرده است. لس ورځې طالبان ورته معلوم کړي دي چې لس ورځې به کاهش ته خشونت وي. دی وایي وایي دا کاهش ته خشونت به نوکوي درازیږي، خو وخت تر اوسه پورې معلوم نه دی چې څونې به درازیږي. زلمه خلیلزاد پیش از سفر به کابل با وزیر امور خارجه و رئیس ارتش پاکستان نیز درباره صلح افغانستان گفتگو کرد. شاه محمود قریشی گفته است که اگر ایالات متحده امریکا برای به توافق رسیدن با طالبان بیدرنگ کاری نکند، احتمال می رود که این فرصت تاریخی از دست برود. شورای ولایتی بادغیس میگوید که جمعه شب در گملای هوایی بر ولسوالی مقرین ولایت 3 و 1 خانواده کشته شدند. اما والی بادغیس میگوید که در این حمله 5 تن از اعضای طالبان کشته شدند و این غیر نظامیان در انفجار یک ماین جان باختند. در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان در عملات هوایی نیروهای دولتی و نیروهای خارجی انتقاد میکند و میگوید که ادامه این اوضاع مشروعیت نظام را زیر پرسش میبرد. سازمان عفو بین الملل نیز با نگرانی از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان میگوید که طرفهای درگیر جنگ به قوانین جنگی حرمت نمیگذارند. مسعود انصار گزارش میدهد. رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید در حمله هوایی بر ولسوالی مقر این ولایت شماری از غیر نظامیان نیز جان باختند.
صبح که به ساعت عمر شفاخانه رفتم، سه جسد من اونجا دیدم که دو طفل بود و یک خانم. رسمی راپور است، دقیق راپور است که مطلقی را مارت میکنم که ملکی از طرف هوایی نشدن، خودشان را مای نشان نفجار کرد. از سوی دیگر نزدیکان کشته شدگان حمله هوایی عصر روز پنجشنبه کندوز که یک فرمانده پیشین حزب اسلامی و چهار تن دیگر به شمول دو زن و یک کودک در میان آنان بودند، از حکومت عدالت میخواهند. غلام ربانی سلویش کاله مخ کې یو جهادي د حزب اسلامي قومندان تیر سوی، ولی ورسته د قومندانی نه سلویش کاله مخ کې البته د سلا پری خدا وس یو عادي یو د عام خلکو په وګړو په سیر باندې ځوان کو او د قوم مشری کوله. در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در حمله های هوایی نیروهای حکومتی و نیز نیروهای بین المللی نگرانی می کند و می گوید که ادامه این اوضاع مشروعیت نظام را زیر پرسش می برد. به هر میزان که مردم آسیب ببینند در منازعات، قوانین جنگ رعایت نمیشه و حقوق بشر رسانه نقض میشه، به همون میزان مشروعیت نظام زیر سوال میره، فاصله میان مردم و حکومت افزایش پیدا میکنه. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل میگوید که طرف های درگیر به قوانین جنگی حرمت نمیگذارند و به همین علت تلفات غیر نظامیان در درگیری های اخیر میان نیروهای دولتی و مخالفان مصالحه حکومت بیشتر شده است. ما نگرانی خود را نسبت به آمار تلفات ملک در افغانستان به صورت متواتر مطرح کردیم و خواهان کاهش و به صفر رساندن تلفات ملک در افغانستان هستیم. وزارت دفاع ملی میگوید که تمامی حمله های هوایی نیروهای ارتش بر بنیاد اطلاعات دقیق انجام می شوند. قبل از اجرای حمله ارزیابی دقیق از ساحت صورت می گیرد. در صورت که ضربه هوایی ما در کنار هدف قرار گرفتن تروریستان باعث تلفات افراد ملکی نیز می شود، ما از اجرای او حمله هوایی ما کاملا خودداری کردیم و می کنیم. نهادهای پشتیبان حقوق بشر از پاسخگو نبودن نهادهای مسئول و نیز به کیفر نرسیدن عاملان کشته شدن غیر نظامیان در حمله های نظامیان انتقاد می کنند. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می گوید که اعضای این کمیسیون درباره سرنوشت 300 هزار رای منازعه برانگیز تفاهم کردن و تا دو روز دیگر فیصله هایشان را در این باره همگانی خواهند ساخت. اما یک منبع در این کمیسیون می گوید که بر بنیاد این فیصله ها کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به یک بارگی درباره اعتبار دادن و یا باطل کردن این آرای جنجالی تصمیم نخواهد گرفت. این منبع می افزاید که احتمال دارد کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و بررسی ویژه شمار از این آرای جنجال آفرین فیصله کنند. زهرا رحیمی گزارش می‌دهد. اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گویند که روی چگونگی فیصله درباره 102 هزار رأی خارج از زمان، 137 هزار رأی مشکوک و 2423 محلی که اطلاعات بایومتریکی ندارند و محل‌هایی که تفاوت آرا در آنها از 1 تا 5 است نزدیک شدند و تا دو روز دیگر این فیصله‌ها را اعلام می‌کنند. در یک سلسله موارد بحثای ما هماهنگ بوده، قناعت داریم به یک سلسله موضوعاتی که باید پیش برده شود، قناعت داریم به یک سلسله موضوعاتی که باید معلوم شود که مثلا این موضوعاتی که ما فیصله میکنیم مبنایش مبنای حقوقی و اسناد کافی برشان وجود داره. اما منابع در این کمیسیون میگویند فیصله های اعضای این کمیسیون نهایی شده است و انتظار امضای اعضای این کمیسیون را میکشد. این منبع میگوید که بر بنیاد این فیصله ها کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی درباره چگونگی باطل شدن و یا اعتبار دادن به این 300 هزار رای جنجالی تصمیم نمیگیرد و از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات درباره فیصله هایشان روی این آرا وضاحت بیشتر خواهند خواست. بحث به معنای اختلاف نظر که ما نتونیم به یک توافق جمعی دست پیدا میکنیم نیست. استدلال ممکنه باشد، این به خاطر روشن شدن ابعاد قضایا هست. اما شماری از اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که احتمال دارد فشارهای سیاسی روی فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی اثر بگذارد. کمیشنر را با کاندیدایی که برش رای داده به او بستگی داره، به او خاطر تضاد وجود داره و یا نمیتونه موافقه برسه، چون هر کس تلاش نه به نفع هم کاندید خود فیصله کنه. از سوی دیگر سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید که واشنگتن برای پشتیبانی از انتخابات و روند مردم سالاری در افغانستان 29 میلیون دلار پرداخته است. این مقام آمریکایی در کابل میگوید نتیجه این انتخابات هرچه که باشد کشورش متعهد است تا به حکومت آینده همکاری کند و این همکاری میان دو کشور پایدارتر و نیرومندتر شود.
باشندگان و بزرگان ولسوالی شنیدنده ولایت هرات طرح حکومت را در زمینه تقسیم این ولسوالی به 5 ولسوالی کارساز نمیدانند. با گفته آنان دفترهای ولسوالی های تازه تشکیل ولسوالی شنیدند در شهر هرات با هم در پایگاه های نظامی موقعیت دارند و هیچ کمک به بهبود اوضاع این ولسوالی نکرده است. رئیس جمهور غنی در ماه های نخست ریاست جمهوریش در سفرش به ولایت هرات ولسوالی شنیدند را زخم ناسور افغانستان خواند و تعهد سپرد که برای بهبود اوضاع امنیتی بلایت حکومت تلاش می کند. نصیر احمد صالحی در این باره گزارش فرستاده است. عبدالظاهر نورزی باشنده ولسوالی پشت کوه هرات است. او بیش از 150 کیلومتر را پیموده است تا مشکلش را با مسئولان این ولسوالی در میان بگذارد. دفتر ولسوال پشت کوه هرات اینجا در فاصله 50 متری دفتر والی در شهر هرات موقعیت دارد. کلن هم میگید از طالبای از مرز گرفته، از مرز میلشتازی بیا تا کلاتی نظر، بیا تا تحت غصبه، همه کلن به دست طالب. رئیس جمهور آمد تقریبا از 2 سال یا 3 سال میشه و کشندن تقسیم شد به 5 ولسوالی. هیچ تاثیراتی رمی 5 ولسوالی سر وضع امنیتی شندن یا وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شندن نگذاشته. بدتر شده ولی بهتر نشده. شورای ولایتی هرات و برخی کارشناسان طرح حکومت را برای بهبود اوضاع امنیتی و اجتماعی ولسوالی شندند کارساز نمی‌دانند. ولسوالی های شندند بروی کاغذ فعال شده. حکومت در اونجا حضور نداره، مخالفین مسلح دولت قدرت نمایی میکنند، حکومت داری و عرضه خدمات وجود نداره. اما مقام های محلی هرات میگویند که تقسیم شدن ولسوالی شندند زمین سازی برای مبدل شدن این ولسوالی به ولایت است. مسئله تقسیم شندن به ولسوالی ها پیش زمینه ولایت شدن شندن است. با اینکه ولسوالی شندند نزدیک به 3 سال میشه که به 5 ولسوالی تقسیم شده، اما آنگونه که باشندگان این ولسوالی میگن این طرح حکومت برای بهبود اوضاع امنیتی کارساز نبوده و وضعیت امنیتی در شندن نسبت به 5 سال پیش وخیمتر شده است. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز، هرات. پزشکان در میدان هوایی کابل بررسی های بهداشتی را درباره ویروس کرونا از مسافرانی که در پروازهای بین المللی به ویژه از چین می آیند انجام می دهند. در این میان کسانی که از چین آمدند می گویند که این بیماری در این کشور در حال گسترش است و آنان ناگزیر شدند که این کشور را ترک کنند. پزشکان می گویند که یکی از راه های مبتلا نشدن به این بیماری رعایت بهداشت و بلند نگه داشتن معافیت بدن است. گلاب‌الدین قبار در این باره گزارش تهیه کرده است. میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، تمامی مسافران در پروازهای بین المللی به ویژه چین در اینجا زیر نظارت های بهداشتی قرار می گیرند. امرای ترمومیتر تبشان را چک می کنیم، ازشان می پرسیم آیا سلفه دارن، مثلا نفس تنگی دارن، ریزش زکام دارن. شبیر احمد احمدی با همسر و کودکش از شهر شانگهای چین آمده است. بیشتر خود ما در خانه بودیم و نمیتونستیم که در فضای آزاد برویم و از نور آفتاب بیشتر دور بودیم. شانگهای هم که هست کشوری هست که زیادتر کرونا در وجود سرایت کرده. بلند رفتن حرارت بدن به بیش از 39 یکی از علایم احتمالی این بیماری به شمار می رود. در میدان هوای جده که البته از چیزا اصلا ما ندیدیم و همچنین در میدان هوای دبی که آمدیم هم در این ارتباط کدام کسی از ما سوال و جوابی نداشتند. اینجا اتاق قرنطین است که پزشکان در نظر گرفته. اگر علایم و عرایز احتمالی این بیماری در اینجا ثبت شود، فوراً شخص در اینجا انتقال داده می شود و از اینجا بدرنگ توسط گروه ویژه وزارت صحت عامه به شفاخانه ها انتقال داده می شود. اما به گفته پزشکان مهمترین راه های پیشگیری این بیماری رعایت بهداشت و بلند نگه داشتن معافیت بدن است. نفر سیستم معافیتیش پایین باشه، ضعیف باشه، میتونه که از سبزیجات، از ترکاری باب اجزا استفاده کنه، بیشتر مقدار ویتامین سی را بگیره. وزارت صحت عامه میگوید که تاکنون هیچ رویدادی از این ویروس در افغانستان ثبت نشده است. ادامه خبرها از تودو و طلوع نیوز.
شماره بزرگ از کشورهای جهان پروازهای رفت و برگشت را به چین متوقف ساختند. در پی اعلام حالت اضطرار جهانی از سوی سازمان جهانی بهداشت درباره ویروس کرونا، کشورهای جهان نگران شدند. برخی از کشورهای جهان شهروندانشان را از چین انتقال دادند و برخی از کشورهای دیگر نیز گفتند که شهروندانشان را از چین بیرون خواهند ساخت. اما پاکستان گفته است که این کار را نخواهد کرد. مقام‌های چینی میگویند که تاکنون 259 تن در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا در این کشور جان باختند. این هواپیما شهروندان هند را از شهر ووهان چین به دهلی نو انتقال داده است. این کار پس از اعلام حالت اضطرار جهانی درباره ویروس کرونا انجام می شود و کشورهای دیگر مانند ایالات متحده، ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی نیز شهروندانشان را از چین به ویژه شهر ووهان انتقال دادند. سازمان جهانی بهداشت از گسترش ویروس کرونا هشدار می دهد. This increase is likely to continue. افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا ادامه خواهند یافت، زیرا به همان اندازه که رویدادهای مثبت گزارش شده است، رویدادهای دیگری نیز هستند که باید مطالعه شوند. اما میان شمار مرگ و میر و شمار کسانی که بیمار شدند تفاوت وجود دارد. از سوی هم ایالات متحده هفتمین رویداد ابتلا به کرونا را در این کشور تایید می کند. بیمار مرد است که چند پیش برای مسائل بازرگانی به چین رفته بود. بررسی های نخستین ما نشان می دهند که این مرد پس از بازگشت به کشور با شماری اندکی از مردم برخورد داشته است. ما اطمینان خواهیم داد که هر کسی که با او در ارتباط بود زیر نظر است و دور از دیگران در خانه به سر می برد. بسیاری از کشورهای جهان تدابیری را در میدانهای هوایی افزایش دادند و پروازهایشان را به چین ممنوع ساختند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. محمود عباس رئیس جمهور فلسطین میگوید که اداره خودگردان فلسطین تمامی روابطش را با ایالات متحده آمریکا قطع می کند. او میگوید که روابط این اداره با اسرائیل نیز قطع می شوند و میانجیگری ایالات متحده میان فلسطین و اسرائیل پذیرفتن نخواهد شد. این کار در برابر طرح دونالد ترامپ برای صلح خاورمیانه که به گفته بسیاری از کارشناسان در آن از اسرائیل طرفداری شده است انجام می شود. یک مرد استرالیایی با رانندن موتر قدیمیش در آبهای شهر کانبرا مردم را شگفتی زده ساخته است. این موتر انفیکار 707 آلمانی محصول دهه 1960 است و تنها سه اراده آن در استرالیا برجا مانده‌اند. یک گزارش سازمان ملل متحد که به دست خبرگزاری فرانس پرس افتاده است میگوید که برخی از جنگ‌افزارهای شورشیان حوثی یمن شبیه جنگ‌افزارهای ایرانی هستند. ایران دادن جنگ‌افزار را به شورشیان حوثی یمن رد میکند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. در سالهای اخیر 50% دامداری در کشور رکود داشته است. شمار از دامداران میگویند که نبود امکانات لازم برای مداوای دامها در کشور و ناداری بیش از حد در روستاهای کشور سبب شدند که دامداران دامهایشان را از دست بدهند. از سوی هم شمار از دامداران در ولسوالی‌های کابل میگویند که با وجود دور شدن خشکسالی امسال نیز حوزه دامداری مناسب نبود. زبی جهانمل گزارش میدهد. جان آقا دامدار در ولسوالی شکردره میگوید که در کنار نبود حمایت های حکومت از دامداران، نبود مراکز دامپزشکی در روستاها و نبود کارخانه های پروسس شیر از علت های رکود دامداری هستند. حکومت چیز نکرده، حتی یک دکتر نیست که اما مال ما مریض شود و با وقت برسه. و آنه هست در ولسوالی هست مگم ناق. که قیمت هست، کنجاره قیمت هست، سبوس قیمت هست. در حال حاضر به های یک لیتر شیر در روستاهای کشور به 20 افغانی است. شمار از باشندگان روستاها میگویند که به علت نارسایی ها به بازارها در شهرها بخش زیاده از شیر و مواد لبنی شان فاسد می شوند. که یک نفر یک دو دانه گاو داره، فرض مثال از دو تا گاوش، او خوشبخت است که 200 یا 220 افغانی شیرش از دور سودا میکنه که یک کسی میبره. از کسایی است که کلش ترش میکنم. اما وزارت زراعت میگوید که در سال جاری دامداری در کشور بهبود یافته است.
در سال جاری مثل سالهای گذشته تلفات معاشی وجود نداشت، اما در سال 1397 بنابر خشکسالی سابقه 66% معاشی و سکتور مالداری در کل آسیب دید. دامداری از پیشه هر روستانشین و کشاورز افغانستان است، اما در سالهای پس از جنگ به ویژه در سالهای اخیر به علت مشکلات بسیار زیاد در روستاها 50% دامداری در این روستاها با رکود روبرو شده است. به همین علت است که بر بنیاد آمارهای سازمانهای کمک رسان در افغانستان در حال حاضر ناداری و نبود مسئولیت غذایی در روستاهای افغانستان رو به افزایش است. ذبیح الله جهانمل، تولو نیوز، ولسوالی شکردره کابل. با این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 77 افغانی و 60 پول، یک یورو 84 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1075 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 490 افغانی. نخستین دور رقابت‌های هندبال جام ناکومارا در ننگرهار با قهرمانی تیم پایتخت به پایان رسید. هدف از برگزار این رقابت‌ها یاد بود از کارکردهای ناکومارا، کمک رسان ژاپنی و پیشرفت این رشته ورزشی در کشور، بخصوص در ولایت‌های شرقی گفته شده است. دیوید نجم، مدافع 27 ساله تیم ملی فوتبال افغانستان، با یک قرارداد جدید به تیم فوتبال نیو مکسیکو یونایتد آمریکا پیوست. تیم فوتبال نیو مکسیکو یونایتد از سال 2018 کار خود را در لیگ دسته یک فوتبال آمریکا آغاز کرده است و همکنون نیز در این لیگ حضور دارد. دیوید نجم پیش از این در دیگر تیم دسته یک فوتبال آمریکا به نام رودایس توپ می زد. تیم ملی تکواندو کشور برای شرکت پرقدرت در رقابت‌های جیدو امارات نخستین جلسه تمریناتیشان را در شهر فوجیره برگزار کردند. قرار است تکواندوکاران کشور فردا در شش وزن برابر حریفانشان بخت آزمایی نمایند. در این رقابت‌ها 2100 ورزشکار از 40 کشور شرکت نموده است. رئال مادرید و اتلتیکو مادرید امشب مهمترین بازی هفته لالیگا را برگزار می‌کنند. دو تیم فوتبال رئال مادرید و اتلتیکو مادرید در هفته 22 رقابت‌های لالیگا اسپانیا برابر هم سفارایی خواهند کرد. این دو تیم ساعت 7:30 دقیقه امشب به وقت کابل در ورزشگاه سانتیاگو برنابو به مسافه هم خواهند رفت. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.